اجازه بدید با آقای فامیل مشورت کنم. آقای فامیل یا خانم فامیل؟ رحیمیان هستم. حالا موضوع برنامه چرا میگم آقای فامیل خانم فامیل؟ دقیقاً موضوعی بوده که یکی از کلاینت های محترممون برخورد کرد. من فکر کردم باهاتون مشورت کنم. فکر نمی کنم جالب باشه ما این گونه برخورد داشته باشیم. ما اگر یاد بگیریم، جسارتاً عرض میکنم، اگر یاد بگیریم که تو هر کاری به متخصصش رجوع کنیم، آقای فامیل و خانم فامیل جای اون مشورت تخصصی رو نمیگیره. اتفاقی که افتاد بعد از کلی در واقع آنالیز قضیه، این برخورد رو من دیدم. حالا واقعا آیا اون شخص میتونه از آقای فامیل یا خانم فامیل واقعا نظر کارشناسی رو با توجه به شرایط شما بگیره؟ از اون فراتر، من فکر میکنم در جایگاهی هستم که در بخش بیمه با 20 سال تجربه در یک موضوعاتی حالا میتونم اظهار نظر داشته باشم، نه بیشتر. مثلا اگر از من راجع به اتومبیل بپرسید، میگم نه لایسنسشو دارم نه تخصصشو دارم. یا اگر راجع به اینوستمنت میوچوال فاند بپرسید، میگم همچنین من کار نمیکنم. اما اگر از اینوستمنت سگرگیتد فاند یا سکیور بپرسید، یا در بخش لایف، بیماری ها، کریتیکال ایلنس، دیسابیلیتی، لانگ ترم کر، بیمه های گروهی، بیمه های پزشکی فردی بپرسید، قطعا میتونم هر آنچه که میدونم در اختیارتون بذارم. اتفاقی که افتاده که من واقعا فکر میکنم هر آنکه آدینس این برنامه محترم هست که در واقع اون شخص محترم که گوش میکنه، بد نیست به این توجه کنه. هیچ کسی دوست نداره در رشته‌ای که هست کسی نظری بده که درست نیست. چرا؟ چون فکر میکنه مسئولیتی داره نسبت به اون فرد. مثلا اگر من قرار بیمه رو برای شخصی بدم، همیشه فکر میکنم که این لایبیلیتی رو چجوری میتونم مهار کنم برای اون فرد. این قصد شرکت ما و بنده است. تجربه متاسفانه بدی که داشتم، فردی که در واقع میره پیش پزشکش و پزشکش میگه حالا واسه 2-3 روز احتیاجی نبوده بیمه بگیری، آیا اون فرد فکر کرده از زمان دیپارچر تا زمان رسیدش به کانادا و تو اون تایمی که حتی قرار بوده در 2-3 روز نهایتاً بیمه پزشکیشو یا به عبارتی GHIPشو یا به عبارتی بیمه دولتیشو بگیره، آیا اگر یه اتفاقی میافتاد کی مسئول بود؟ این اتفاق متاسفانه خیلی صورت میگیره. فارغ از اینکه در جامعه آقای فامیل و خانم فامیل اظهار نظر میکنن، متاسفانه بخش محترم پزشکان ما و حتی بخش محترم لویرای ما گاهی دیده شده، گرچه انشاءالله قلیل هستن، گاهی دیده شده که اظهار نظر غیر تخصصی در رشته دیگه مثل بیمه کردن. ما به خودمون اجازه نمیدیم در بخش تخصصی پزشکی اظهار نظر کنیم. چرا؟ چون احساس میکنیم که اون بخش تخصصی ما نیست. لایبیلیتی نکته مهمیه که برای ما بسیار در جهت منافع کلاینت میتونه مهم باشه. پس خواهش من اینه، مایی که شنونده هستیم و مایی که گوینده هستیم و از همه مهمتر مایی که شنونده هستیم، اول این فضا رو به شکلی به وجود بیاریم، این فرهنگ سازی رو به شکلی به وجود بیاریم که ما جامعه‌ای بهتر داشته باشیم. ما لایق بهتر شدن هستیم، چرا که ما باور داریم با توجه به اون سیویلیزیشنمون. این افتخار رو هر روز تکرار میکنیم توی سوشیال مدیا، درسته؟ پس بیایم به عمل برسونیم. عمل چیه؟ ما در جهت تخصص خودمون حرف بزنیم و گوشمون فقط شنونده حرفهای تخصصی از فرد متخصص باشه. اونجوری جامعه بهتری خواهیم داشت و نتیجه بهتری خواهیم گرفت. تا برنامه دیگر.